سلام به همه دوستای عزیز به صفحه قلمدان خوش اومدید امیر حسینم با یه نقد و بررسی دیگه در خدمتتونم خب دوباره براتون از پارکر صحبت میکنم بازم از مدل آی ام ویدیو قبلی در مورد آی ام رو امیدوارم دیده باشین اگه ندیدین برین سریع ببینین چون این یکی آی ام طرح جدید پارکر هستش قصه پارکر رو گفتم از حدود سال 2018 به این ور سال دقیقش رو واقعیت نمیدونم ولی اخیرا خلاصه پارکر اومده و دیزاین های قلمهاش رو تغییر داده که بهتون گفتم که به نظر من واقعا حداقل در مورد مدل های انتری لولش به مراتب بهتر شده حالا من این دومین قلم پارکر در واقع میدونید که پارکر قلم های ارزون قیمتش حالا بخوام بگم از جاتر شروع میشه و بعد از اون نوبت میرسه به آی ام آی حدود قیمتش 25 یورو هست چه طرح قدیمش و چه طرح جدیدش حالا میخوام تفاوت ها رو بهتون نشون بدم و این قلم رو هم بهتر بهتون نشون بدم خب اول از همه اینکه با تغییر دیزاین پارکر پار، پارکر جعبه هاش رو هم تغییر داده و جعبه های قلم های انتری هم حتی به مراتب به مراتب بهتر شده قبلا یه جعبه خیلی مقوایی معمولی داشت که اصلا به درم نمیخورد ولی اینا خب خیلی قشنگتر و بهتر شدن اندازه کما بیش همونه این لوگو ها اضافه شده میبینین و عرض به خدمت شما که اینجا که رو خب راجبه مدلی یه براخره سری توضیحاتی میده و این کارتون هم ما بر میداریم و زیرش هم که قلم رو داریم ببینید این جعبه چقدر جعبه محکم یه کارتون خیلی سفت محکم و قشنگی هستش و زیر اون هم که معمولا پارکر این در واقع بروشور رو میذاره که داریم میبینید و یه دونه هم فشنگی یدکی میذاره خب کار نداریم به حال اینم باز یه چیز مثبت دیگه برای این طرح جدید و این داستان اما آی ام طرح جدید خب همینطور که میبینید از جنس فلز رنگ آبی تیرش رو من دارم اینجا با اصطلاحا کلیپ کروم برنگ پوشیده شده از کروم کروم تریم هست در واقع این الان تفاوت مهمی که پیدا کرده این به نسبت به به نسبت طرح قدیمش ظاهرش قبل از هر چیز که میبینید اینجا بذارید من طرح قدیمش رو اینجا برم بیارم خب اینهاش هاش اینم طرح قدیمی که ویدیوش هم براتون گذاشتم برید ببینید همینطوری که میبینید شاید در حد یه دو میلیمتری بلندتر باشه این قسمت بالایی در از طرح جدید بلندتره و حلقه وسط نسبت به طرح جدید یه مقداری کچیکتره حالا رفتم این قلم وردارم بیارم صحنه ای رو دیدم که امروز اتفاق افتاد متاسفانه ناراحت شدم ولی خب به خیلی گذشت حالا چی بود این که یکی از بهترین و نازنین قلم های کلکسیون من که یه سونت هست پارکر سنت زیتونی رنگه و بعدا میارم براتون نشون میدم امروز از رو میز افتاد زمین و حالا درش روش بود ولی درش این بالاش یه کوچولو آسیب دید و چقدر حیف کار نداریم ارزم به خدمت شما که داشتم اینو میگفتم آها ام... خب حالا من یه ویدیو اگه دوست داشتید درست میکنم براتون این دوتا این دوتا قلم رو به دقت با هم دیگه مقایسه میکنیم الان اجازه بدید بیشتر راجع به این آیم صحبت بکنم کلیات قلم این هستش که بیشتر منو این طرح یاده پارکر پریمیر هم میندازه انگار که پارکر پریمیر یه خورده کوچیکش کرده باشی قلم خوب و جونداریه تو دست خیلی درش محکم سر جاش هیچ تکون نمیخوره میبینید من هر چی سعی میکنم بچرخونم یا تکونش بدم یه همچین اشکالاتی به هیچ وجه نداره کلیپش که خب کلیپ همیشه یه پارکره که خیلی هم خوب و کار آمده ارزم به خدمت شما که 24 گرم وزن قلمه وزن نرمالی داره نه سنجین و نه سبک درش با کلیک باز و بس میشه گوش بدین به کلیکش کلیک خیلی خوبیه به نسبت میبینین به نسبت کلیک مربوط به طرح قدیم نگاه کن خیلی سفته این بعد فشار بیاری تا بسته بشه اما آره کلی که طرح جدید به مراتب بهتر هست خیلی توی دست بالانس بسیار خوبی داره درش خیلی عالی پشتش شوف میشه نگاه کنید خیلی عمیق پشتش شوف نمیشه اما به اندازه ای هست که در واقع بالانس قلم رو توی دست شما به هم نزنه و توی دست خیلی عالیه به راحتی میتونید اینجوری با درب سوار شده استفاده بکنید این یه مطلب دیگه پر شدنش از طریق پمپ پارکری تا اه... تابلو دیگه میخواستم بگم بعد ارزم به خدمت شما این قسمت سیکشن شاتینس پلاستیک هست و میبینید داخل فلزی داخل بدنه و فلز روی پلاستیک جفت میشه حالا این قضیه خوبه یا بده دیگه چی بگم نمیدونم اما نقطه قوت اصلی این قلم اینجاست نوک قلمه که این نوک های جدید پارکره نوک های جدید پارکر که روی در واقع مدل های آی ام و ایربن گذاشته مقایسه بکنید با با آی ام طرح قدیم کلا یه چیز دیگه است ام... یه خورده جالب به شکل شمایلش چرا به خاطر اینکه یه خورده کوتاهه یعنی در واقع دل... چی بهش میگن درازاش کمه اما پهنه و این یه مقدار با نمک کرده به نظر من این نوک و خاصش کرده ضمن که عمل کرده این نوک هم خیلی خوبه میتونم بگم که جزو بهترین هایی که من اخیرا امتحان کردم واقعا این نوکای جدید پارکر بوده که من خیلی دوستشون دارم خیلی دوست داشتنیه مخصوصا توی اندازه فاین اگر بگیرید و شما علاقه منده به نوکای فاین باشین یه فاین خیلی نرمال و خیلی خوبی بهتون میده نوکای استیل خوشگن فلکسیبیلیتی ندارن همونجوری که میدونیم ولی خب میدونید مثلا یارتونه من گفتم که توی آی ام طرح قدیم مشکل داشتم باهاش که این وقتی باشی نمی نوشتی یه روز باید دوباره باش کلنجار میرفتی تا شروع کنه به نوشتن و از وقتا قطع وستی می داد قیر و می میداد غیر و غیره بدین ویدیو رو ببینید توی طرح جدید من به هیچ وجه همچی مشکلاتی رو با قلم نداشتم و اصطلاحا همون اول که از توی جعبه از توی باکس سر میارید و قلم رو جوهر میکنید من خیلی عالی ازش استفاده کردم و تا به امروز مشکلی باهاش نداشتم خب اندازه قلم هم توی نوشتم براتون با درب بسته 138 میلیمتره یا اندازه کاملا در واقع نرمالی هست من خیلی سریع براتون اینو مقایسش میکنم با عرض و حضور شما لامی سفاری اینجا میبینید از لحاظ قد تقریبا اندازه لامی سفاری هست و از, از جاتر طرح قدیم و مراتب بلندتر همونطور که دارید میبینید اینم که جاتر طرح جدیده خیلی عالی بنویسیم به چند خط باهاش بنویسیم ببینیم که داستانش به چه صورته کاغذ 80 گرمی کپی دارم اینجا و ارزم به خدمت شما که نوک قلم هم که گفتم قلم فاین هست خب گفتیم که قلم پارکر آی ام جدید آره اصلا نوک واقعا نوک جدید پارکر به مراتب به مراتب پیشرفت کرده خیلی به نظرم خوب شده میبینید که اصلا این فاینه و فاینش هم یه فاین واقعی یه فاین خوبه یه فاین به نسبت فاین های ژاپنی خب معلومه پهتره ولی فاین خوبیه نرمیش هم خیلی مناسبه خب گفتیم که نوکش هم که یک نوک استیل فاینه یه گفتیم هیچ گونه لاین وریشنی هم شما نمیتونی ازش بگیری میبینید قطر نوشتار قطعا ثابت خواهد بود گفتم که بندازه کافی نرمه خیلی خیس نمی نویسه مثل همه قلم های پارکر جریان جوهر جریان کاملا تنظیم شده ایه ارزم به خدمت شما که جوهری هم که من الان توی این قلم دارم استفاده میکنم فکر کنم دیدین که در واقع فشنگی خود پارکر کوین که دیگه پارکر کوین که بخشید بعد خط دارم می نویسم پارکر کنیم که بلک هست بسیار عالی خب خب یه چند خط من براتون فارسی هم بنویسم که فارسی نوشتن قلم رو هم ببینید سر دستی و تونتون می چون وقتمون کمه دیگه یکی از اشعار زیبای بخشهایی از یکی از اشعار زیبای رهی معیری رو براتون می شاعر معاصر میگه چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی چون باد سهرگاه هم در بی سر و سامانی تا هم که تو را در بر بنشانم و بنشینم تا آتش جانم را بنشینی یا بنشانی اینجا ای چشم رهی سویت کو چشم رهی جویت روی از من سرگردان شاید که نگردانی شاید که نگردانی. خب اینم براتون نوشتم خیلی سریع و سردستی دستی برای اینکه در واقع جورایی نوشتن فارسی با این با این قلم پارکر رو هم دیده باشیم براتون گفتم که به واقعا خط زیبای فارسی و الفای زیبای فارسی خیلی جدی قلم ها رو به در واقع به چالش میکشه با ام قوس ها و حرکت های مختلفی که خط زیبای ما داره به جهت های مختلف از چپ به راست بالا و پایین توی لحظه خیلی کوتاهی این حرکت ها این چرخش ها جهت عوض میکنن و من فکر میکنم یکی از مشخصات خیلی پررنگ خط الفبای زیبای ما این مسئله باشه و واقعیت اینه که هر قلمی نمیتونه از عهده الفبای ما به راحتی بر بیاد. من فکر می که این قلم کار خودش رو میتونه انجام بده قیمتش حدودا 25 یورو هست البته رنگ ها و طرح و اصطلاحا فینیش های مختلف داره که ممکنه تا 60 70 یورو حتی تا 80 یورو هم برسه که خب طبیعتا من توصیه نمی کنم چون بیشتر من علاقه من روی حالا یه جنس بدنه اوکی و نوک خوب هست تا 25 یورو هست قیمت قیمت این مدلی که من دارم توی دستم و بله من حتما این قلم رو بهتون توصیه میکنم این قلم خیلی خوب و قابل اعتمادی هست امیدوارم که دوست داشته باشین امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب باشین تنتون سلامت باشه اگر دوست داشتید ویدیو و محتوای را به دوستای قلم بازتون معرفی بکنید اگه دوست دارید یه سری به کانال یوتیوب بزنید که لینکش رو تو بیو گذاشتم اونجا ویدیوها رو خب با کیفیت خیلی بالا میتونین ببینین اگر امکانش باشه و اینکه در این روزهای سخت کرونا مراقب خودتون و دوروبریاتون باشین تا ویدیوی بعدی خداحافظ